به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بچه های عزیز، حالتون خوب است؟ انشاءالله که سلامتی خودتان و اهل خانوادهتان خوب و عالی باشد. بچه های عزیز خوش اخلاق و با ادب، خوش آمدید به برنامه خودتان قصه های قرآنی. قصه امروز ما صالح و قوم سمود. در سرزمین قوم عاد تا 200 سال کسی زندگی نمی کرد. بعدها پیشوای به نام سمود از گرمی صحرای و خشکی به کوهستان آن سرزمین پناه بردند. از چشمه ها و کوهستان آنجا استفاده کردند و آنجا را آباد نمودند. قوم سمود روز به روز زیاد می شد، ولی با سختی و بدبختی زندگی می کردند. یاران سمود هم آبها و زمینها را از آن خودشان کرده بودند و دیگران مانند برده سنگ می تراشیدند و خانه ها درست می کردند، بود می تراشیدند و تا جان داشتند کار می کردند. سمود هم بود خانه ها را زیبا می کرد و خودش هم گاه گاهی مانند دیگران به بودخانه می رفت و برای اینکه مردم را در نادانی نگه دارد، هر وقت می خواست کاری خوب کند می گفت بودها دستور دادند. سمود بودهای بزرگی ساخته بود و نام آنها را خدای آب، خدای باد، خدای خشکی و خدای آتش و چیزهای دیگر گذاشته بود و چند نفر آدمهای زباندار و حیله‌گر را انتخاب کرده بود و بتخانه ها را به آنان سپرده بود تا به میل خواسته او از قول بتها حرف بزنند. یک روز می گفت خدای آتش دستور داده به شهر همسایه حمله کنیم و هر کس همراهی نکند به غضب خدای آتش گرفتار می شود. اگر مدتی باران نمی آمد می گفت خدای آب غضب کرده و قربانی می خواهد. آن وقت مخالفان سمود را نشانه می گرفتند و آنها را می گرفتند و در پای بود قربانی می کردند. با این حیله سمودیان به دیگران خیلی ظلم می کردند و خونهای زیادی را می ریختند و فشارهای بیشتر می شد. در این هنگام بود که حضرت صالح به پیامبری برگزیده شدند و به رهنمایی قوم سمود کمر بستند. خانواده حضرت صالح در میان مردم به نیکی و خوبی معروف بودند. ولی وقتی حضرت صالح مأموریت خود را آشکار کرد، مردم از او فاصله گرفتند. مردم ساده از سمود می ترسیدند. اطرافیان سمود هم می گفتند حرفهای تازه صالح بوی فتنه و آشوب می دهد. او می خواهد آرامش شهر را به هم می زند و بردگان را به شورش وادارد تا خودش به یک جایی برسد. شیطان هم گمراهان را بیشتر وسوسه می کرد و می گفت خیلی عجیب است. این مرد تا دیروز مثل یک چوپان در میان ما زندگی می کرد و حالا می گوید همه مردم باید گرد او جمع شوند و همه از او اطاعت کنند تا او زندگی بهتری برای مردم بسازد. اما با چی؟
معلوم نیست. میگوید ما همه گمراهیم و او راهنمای ماست. میگوید عقل او از همه بیشتر است و با خدای آسمان ها رابطه دارد. گروهی کمی به صالح ایمان پیدا کردند، ولی گروهی بیشتری با او دشمن شدند. اما صالح دست بردار نبود. اینجا و آنجا با مردم سخن می گفت. حضرت صالح هر جایی که می رفتند با مردم سخن می گفتند، باطل بودن راه و روش سمودیان را اثبات می کرد. سمود که احوال قوم عاد را شنیده بود و می ترسید. یک روز به یاران نزدیک خود گفت: این صالح مردم را فریب می دهد و می خواهد آسایش و آرامش ما را از ما بگیرد. من نمی دانم او چی می گوید و حرف او چیست. باید یک کاری کرد. صالح را به مجلسی گفتگو دعوت کردند و گفتند: تا حالا کسی از خانواده تو بدی ندیده بود، ولی تو حرف هایی می زنی که زندگی مردم را پریشان می کند. تو هیچ یک از خدایان را قبول نداری و عاشق می کنی. تو این حرف ها را از کجا آورده ای؟ و خدای ندیده چگونه تو را مأمور کرده؟ فقط با حرف های خالی که نمی شود چیزی را ثابت کرد. اگر راست می گویی باید کاری بکنی که هیچ کس نتوانسته از آن کار را انجام دهد. اگر هم کار تازه یا عجیبی برای ما نکنی، با مردمی عادی هیچ فرقی نداری. اگر نتوانی کاری کنی، دیگر از این حرف های بیهوده برای ما نگو. صالح گفت: هرچی من میگویم به خواست خدا میگویم، و اگر خدا بخواهد هر کاری که شما تصور کنید و هر نشانه ای که بخواهید ظاهر می شود. بچه های عزیز و نازنین، دخترکان و پسرکان شیرین، امیدوارم از این داستان خوشتان آمده باشد. در برنامه بعدی ادامه داستان حضرت صالح را برایتان نقل میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار شما عزیزان.